سلام دوستان، یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی بلندر. توی این ویدیو میخوایم در مورد یکی دیگه از مودیفایرها صحبت کنیم، مودیفایر سیمپل دیفور. برای اینکه بیشتر در موردش توضیح بدم، من یک کره وارد صحنه کردم که سه تا شیار داخلش هست به علاوه این گینگلک ها که این بالا هست. ایجاد این هم خیلی ساده است. کره رو وارد میکنید، اسموسش میکنید، یک ساب سرف بهش میزنید و اج اسپلیت همینطور تا یک چنین چیزی به دست بیاد و این صفحات رو کافیه به سمت اون صفحاتی که میخواد بره عقب به سمت داخل اکسترود کنید. خب چنین چیزی رو به دست آوردیم، حالا از مودیفایر سیمپل دیفورم استفاده میکنیم. این منوی مودیفایر سیمپل دیفورم هست که حالت تویست، بند، تپر و استرچ داره. ورتکس گروپ رو که فکر میکنم قبلا توضیح دادم واسهتون نحوه ایجادش رو و اینکه چه کار میکنه، در هر تنظیماتی که ورتکس گروپ داشتید، یعنی اون تنظیماتی که داره انجام میدید روی اون گروه از ورتکس ها فقط اعمال میشه اگر جایی لازمتون شد. واسه بقیه تنظیماتش توضیح میدم. اولین حالت، حالت تویست هست. تویست چه کار میکنه؟ خیلی راحت، اگر ما این زاویه رو تغییر بدیم میبینید که چه اتفاقی میفته واسه این شیارهایی که ما ایجاد کردیم. تویست کاری که میکنه اینه که انگار تصور کنید که بالا و پایین شیعتون رو گرفتید و دارید اون رو به دو جهت مختلف میپیچونید. همینطور که میبینید پایین به یک سمت پیچیده میشه، خطها رو اگر توجه کنید، و بالا به یک سمت. این خیلی خیلی مفیده زمانی که شما میخواد یک چنین انحناهایی به راحتی ایجاد کنید، چون اگر بخواد شما خودتون این منحنی رو الان مدل کنید خیلی شاید یکم سخت باشه و کارهای زیادی باید انجام بدید، مخصوصا اینکه جداگانه نباشه و روی یک شیء دیگه باشه و مجبور باشید همه اون شیء رو تغییر بدید. بنابراین تویست واسهتون یک شیء رو از حالت عادیش خیلی راحت، اسمش هم روشه، مودیفایر سیمپل دیفورم، خیلی ساده واسهتون اینو دیفورم میکنه. اما تو استفاده ازش باید یک مقدار دقت کنید، برای اینکه مثلا اگر این زاویه رو من خیلی ببرم بالا، شاید ما چنین چیزی بخوایم به دست بیاریم، ولی اگر با سیمپل دیفورم این کار رو بکنیم، این هایی که میبینین اینجا یه مقدار بالا پایین هست، یه مقدار حالت تو هم رفتگی داره، علاوه بر اینکه زمان رندر رو میبره بالا، شیعتون به هیچ عنوان جالب تکسچر نمیگیره یا در حقیقت موقع رندرگیری یه حالت یه سایزنی خیلی بدی خواهد داشت. بنابراین خیلی محدود باید از این استفاده کنید و با احتیاط. برای چنین کاری هست، برای حالت تویستش، برای اینه. لیمیت داریم. لیمیت واسه چیه؟ لیمیت واسه اینه که این حالت اولیه‌اش، من اینو یه خورده میپیچونم. لیمیت بهتون میگه که همونطور که از اسمش معلومه محدوده کار شما رو تعیین میکنه. اجازه بدید من اینو زیاد کنم تا ببینیم. خیلی خوب. از این پایین تا این وسط همه خط ها صافن. یعنی چی؟ یعنی اون حالت اولیه که قبل از این که ما سیمپل دیفورم بهش بزنیم، همه خط ها صافن. از اینجا به بعد سیمپل دیفورم اعمال شده، یعنی اینجا رو ابتدا گرفته. همینطور که میبینین یه مقدار هم تشدید شد این حالت دیفورمش، یعنی از اینجا شروع شده و اینجا انتهاشه. این لیمیت واسه اینه که جایی رو که ممکنه شما نصفی از این شی رو بخواید اعمال کنید، و حالت دیگه اینه که مثلا این رو هم اگر کم کنم، من بالا اتفاقی نمیفته، پایین اتفاقی نمیفته، این محدوده این وسط اتفاق میفته. این لیمیت واسه اینه که شما ابتدا و انتهای کارتون رو تعیین کنید. خب حالت این اوریجینی که اینجا نوشته، وقتی اینجا اوریجین رو خالی میذارید، این نسبت به اوریجین خودش تغییر حالت پیدا میکنه. اما اگر بخوایم نسبت به یه اوریجین دیگه تغییر حالت پیدا کنه، کافیه که یک امتی وارد کنیم و بیاریمش اینجا. خب الان اگر که اینو نسبت به امپتی انجامش بدم، حالا امپتی رو انتخاب کنم، میبینید که من با بالا پایین کردن این امپتی باعث چرخش این میشم یا دیفورم در حالتهای مختلف.
یا حتی میتونم اون رو اگر مثلا بچرخونمش به وسیله این امتی و اوریجین قرار دادن اون برای شکلتون، حالا هر شکلی که میخواد باشه، این صدای فن بلند شده ها، بابت هر شکلی که میخواد باشه شما میتونین شکل‌های مختلفی رو امتحان کنی. من توصیه میکنم حتما مثلا با مکعب یا با کره یا با مخروط و با کمک این امتی که اوریجین قرارش میدید، این امتی رو حرکت بدید، این ور اونورش کنید، بچرخونیدش، هر بلایی که میخواید سرش بیارید و ببینید که روی شکلتون چه حالتی ایجاد میکنه. شکل‌های مختلفی ممکنه واسه تون ایجاد کنه. مثلا میخوام بگم اگر من بخوام مثلا یک کوزه این شکلی، کوزه نه، یا مثلا نمیدونم چی الان، شبیه هر چی که هست، مثلا زیردریایی یا هر چی که هست بخوام ایجاد کنم، به جای اینکه مدل کنم خیلی راحت میتونم از این استفاده کنم. ولی خب قبلش این لازمش اینه که من قبلا چنین شکلی تو ذهنم باشه، یعنی قبلا این کره رو وارد کرده باشم، با استفاده از سیمپل دیفورم دیفورمش کرده باشم تو حالتهای مختلف و این شکل رو بدونم. هر جا چنین شکلی خواستم ایجاد کنم، مثلا یه قلب سنگ یا همون هر چی که بخواید، این شکل تو ذهن من باشه که بدونم آره با سیمپل دیفورم و یه کره چنین شکلی میشه ایجاد کرد. بنابراین اگر که یه مقدار با این مودیفایر سیمپل دیفورم یه مقدار بازی کنید، یه مقدار شکل‌هایی رو که میتونید باش ایجاد کنید به ذهن بسپارید، در آینده خیلی خیلی واسهتون تو مدلینگ مفیده، مخصوصا توی کارهای فانتزی درست کردن و غیره، یا اینکه برای انیمیشن هم همینطور. مثلا اون حالتی که بخواید یک شیء، مثلا میخوام بگم نمیدونم حالا چه حالتی رو بگم، در حالت تغییر شکله مثلا، یه همچین حالتایی رو، خب شما اگر بخواد یه همچین انیمیشن ایجاد کنید که این شی در چنین حالت تغییراتیه، خب خیلی شاید با مودیفایرها یا با مودلینگ یا با هر کار دیگه که بخواید بکنید یه مقدار سخت باشه، ولی این خیلی به راحتی براتون این تغییر شکل، که البته یه مقدار چون کنترل روش کمه یه مقدار کار باید سخته، ولی خب تغییر شکل‌های فانتزی و تخیلی که بخواید باش ایجاد کنید خیلی کارو راحت میکنه. بنابراین حتما توصیه میکنم بایتون با این اسمش چیه، با این مودیفایر، ببخشون یادم رفت، با این مودیفایر حتما یک مقدار کار کنید، هم کار جالب میشه باش انجام داد. تویست رو توضیح دادم، بند کافیه که یه مقدار این رو بالا پایین کنیم تا تأثیرش رو ببینید، میکشه به سمت خودش، به این سمت، به اون سمت، این هم روتیتش، تمام اینها رو باید خودتون ببینید. مثلا الان این الان شبیه یک موزی خیاری چیزی شد، خیلی راحت من یه کره وارد کردم و اگر این شکل رو من از قبل تو ذهنم بود و میدونستم باید سیمپل دیفورم و قسمت بند و یک امتی میشه، به راحتی هم شکل فوق‌العاده ای ایجاد کرد که شبیه حالا یه میوه‌ای باشه، خب کلی به خودم زحمت مدلینگ نمیدادم. بنابراین اینها رو امتحان کنید، همه اینها رو امتحان کنید ببینید چه شکلهایی بهتون میده. حالت بند، حالت تپر هم دیگه زیادی شده، این هم یک سمت شیء رو واسه تون میکشه، ببینید چه اتفاقی میفته. تمام اینها رو دقیقا نمیتونم بگم مثلا الان این چه کار داره میکنه باشه، یه قسمتشو میکشه یه قسمتشو فشرده میکنه، بنابراین یک چیز کاملا چشمی و امتحانیه. این استرچ مثلا از اسمش معلومه، میکشش، ببینید، برای مثلا حالت انیمیشن زمانی که میخواد یه مثل کارتون های تاموجری که از تو یک قیف رد میشه و از اون سمت قیف میاد بیرون، خب این باید حتما قبلا باش کار کرده باشید تا تو ذهنتون باشه که آره با چنین مودیفایری میشه چنین کاری انجام داد. خیلی لذت بخش هم هست کار باهش، چون یه شما با کمترین کاری بیشترین دیفورم رو ایجاد میکنین و خیلی جالبه. لیمیت ها هم براتون توضیح دادم، این لیمیت ها هم هر کدومش رو باز کم و زیاد کنید در همون حالتی که هست واسه تون یک دنیایی از تغییرات ایجاد میکنه و فاکتورش هم میتونید کم و زیاد کنید که چقدر کش بیاد یا کش نیاد در حالتی که مثلا استرچه.
یا در حالتهای دیگه مثلا زاویهش یا فاکتورش عوض کنید. ببینین مثلا این اتفاق میفته یه همچین شکلهایی بهتون میده، ولی اینها چون کنترل کافی روش ندارید، نمیدونید که دقیقا چی بهتون میده، دقیقا نمیدونید این داره با شیعتون چه اتفاقی خواهد افتاد، از قبل نمیتونید پیش بینی کنید، باید باش کار کرده باشید و شکلهاشو به خاطر بسپارید. خیلی راحت میشه ازش استفاده کرد. یکی دیگه از کاربردهایی که این دیفورم سیمپل دیفورم میتونه داشته باشه این کاربرده که یه امپتیه دیگه، بیارمش اینجا. خب اگر این رو یک شما جمع شو سیمپل دیفورم بهش بزنم و نسبت به این امپتیه، خب شما یک کاراکتری، یک شکلی، یک حالتی ایجاد کردید، مثلا این میمون رو طراحی کردید، این سوزانه رو، و برای مثال میخواید حالتهای مختلفش، مثلا تعجبش یا مثلا غمگینیش یا هر چیزیش رو میخواید تو حالت یه حالت فانتزی ایجاد کنید، این خیلی به دردتون میخوره. کارهای عجیب غریب زیاد میشه باش کرد، مثلا اینجوری، یا مثلا یک کاراکتری ایجاد کردید و میخواید اون این شکل، مثلا این میمونه کاراکتر یه خانواده، یعنی مثلا یکیشون این شکلیه، مثلا چونه باریکی داره، چشای بزرگی داره، یکیشون این شکلیه، دیگه احتیاجی نیست تک تک اینها رو یکی یکی برید ایجاد کنید، کافیه مثلا اونی که پایست رو ایجاد کنید، اون شکلی، اون صورت، اون کله، اون کاراکتر اصلیتون رو، و به وسیله این خیلی راحت تغییر شکلش بدید و حالتهای مختلفی رو هم بهش بدید که این ایجاد میکنه، واسه تون ایجاد میکنه. خیلی راحت میتونید اینو تغییر شکل بدید واسه میگم زمانی که بخواید کاراکترهای مختلفی ایجاد کنید. یه مورد دیگه هم این هست، این رو اگر من زیاد کنم میبینین این کاملا در هم پیچید. حالا وقتی که بالا پایینش میبرم، یا امپتی رو اگر بالا پایین ببرم، میبینین این میچرخه. واسه موقع انیمیشن، موقعی که مثلا یک نفر از تو یک این جادوگرها رو دیدین یهو ظاهر میشن، اینجوری اینجوری میچرخه، یهو ظاهر میشه، این حالت رو میتونید ایجاد کنید، در ضمن اینکه مثلا برای ظاهر شدنش یهو اینجوری میچرخه میچرخه و ظاهر میشه، البته بیتریت پشتش بمایه، این میچرخه و غیب میشه، میچرخه و ظاهر میشه با این کم و زیاد کردن لیمیتش. این دیگه عملا الان هیچ دیفورمی روش ایجاد نشده، ولی همینطور از بالا شروع میکنه به دیفورم شدن تا پایین. یک نکته مهم، اگر من این رو بچرخونم برای مثال، اینجا کجاست، آها، این رو روتیتش کنم 90 درجه، اتفاقاتی که برای این میفته باز تغییر خواهد کرد، 90 درجه تغییر میکنه، یعنی ببینین اون موقعی از بالا به پایین میچرخید دیگه، از بین میرفت، یعنی تویست میشد، حالا از سمت، از یک سمت به سمت دیگه، از چپ به راست، از راست به چپ. اون مرجعتون رو اگر بچرخونین، یا حتی اگر خودش رو، اگر بدون مرجع مثلا از امتی استفاده نکردین، اگر خودش رو بچرخونید، این هم همون قضیه میشه، یعنی اون سمتی که اعمال میشه و این لیمیتاتون فرق میکنه، مثلا لیمیت، یه لیمیت از بالا تا پایین در نظر میگیره شروع میکنه به دیفورم کردن، یکی اگر به چرخونیدش 90 درجه از چپ به راست، یا اگر روش اونور کنید باز از اونور به اینور، همینطوری شما ببینید از کدوم ور میخواید دیفورم کنید. این یکی از اون مودیفایرهایی هست که نمیتونید تو ذهنتون بسمارید که آره من باهاش چه کار میتونم بکنم، باید باهاش کار کنید و تمام اشکالی رو که میتونید باهاش ایجاد کنید و مانور بدید تقریبا به هر صورت چشتون آشنا بشه، یا زمانی که لازم میشه یه کوچولو باش امتحان کنید، بالا پایین کنید، ببینید چقدر جواب داد. خیلی مودیفایر خوبی هست، ولی مشکلش اینه که زیاد روش نمیتونید، تغییرات دست خودتون نیست، این تغییرات میده واسهتون. خب در مورد سیمپل دیفورم چیز دیگه ای نیست، پس تا بعد.